با چند خبر از سایر کشورهای جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک سفر اعلام نشده وارد تونس شد تا از این کشور آفریقای شمالی که 3 سال پیش بهار عرب را به راه انداخت حمایت کند. جان کری با منصف مرزوقی رئیس جمهور تونس ملاقات کرد و قرار است بعد از آن با مهدی جمعه نخست وزیر جدیداً منصوب شده که در ماه ژانویه یک کابینه مستقل را تشکیل داد گفتگو کند. جان کری تصویب یک قانون اساسی جدید در ماه گذشته که به عنوان پیشرفته‌ترین قانون اساسی در منطقه مورد تحسین قرار گرفته را تبریک گفت. در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه در میدان استقلال شهر کیف پایتخت اوکراین 25 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. از سوی دیگر جلسه سه‌شنبه شب رهبران مخالف دولت با رئیس جمهور اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. دولت اوکراین خواهان ترک میدان از سوی معترضان است، در حالی که آنها قصد ترک میدان را ندارند. درگیری‌های روز سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که پلیس ضد شورش برای جلوگیری از راهپیمایی هزاران نفر از معترضان به سمت پارلمان و متبرخ کردن آنها از میدان اصلی شهر به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از نارنجک های صوتی زد. شمار بالای کشته های روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین را بران داشت تا پنجشنبه را روز عزای عمومی اعلام کند. و آخرین خبر این ساعت، دو انفجار مهیب جنوب بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد و چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. گزارش های رسانه های خبری حاکی است که این انفجارها مراکز حکومت آخوندی در جنوب بیروت را هدف قرار داده بود. تلویزیون الجزیره گفت که رایزنی رژیم ایران در لبنان با دو انفجار پی در پی هدف قرار گرفت. آمار اولیه حاکی از کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن بیش از 120 نفر است. خبرگزاری سپاه پاسداران حکومت آخوندی نوشت این انفجار در نزدیک مرکز رایزنی نظام در منطقه بورالحسن روی داد. این خبرگزاری به نقل از غزنفر رکن‌آبادی سفیر رژیم در بیروت افزود یکی از نیروهای امنیتی که مسئولیت محافظت از ساختمان رایزنی را بر عهده داشت در این انفجار کشته شده است. خبرگزاری سپاه پاسداران اضافه کرد که بر اثر دو انفجار که 28 آبان ماه مقابل سفارت نظام واقع در بیروت روی داده بود 26 تن کشته و 146 نفر زخمی شدند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در همین جا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار همه شما.